وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و ماین با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و عرض سلام و ادب و احترامات قلبی و بهترین دعاها و آرزوها برای قهرمانان کشورمون برای کسانی که سکوت نمی کنن در مقابل ظلم دیکتاتور زمان فرعون زمان ما خامنه ای این حکومت جنایتکاره ولایت وقیه امیدوارم که خدای متعال نصرت و پیروزیش و توفیقاتش رو نصیب مملکت ما بکنه و شر این اشرار تاریخ بشریت رو از سر مردم ما بلکه از سر مردم دنیا کوتاه بفرماید بزرگواران بارها توی برنامه ها الان من تقریبا هفتش ماهی هست شیشف ماهی هستش که دائما برنامه های تشعیع تولید میکنم و بارها اشاره کردم به این موضوع که امامت اگر وجود می داشت خب قاعدتا حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد اینا همه بایستی خصوصا حضرت علی از روزهای اول بایستی به شدت تبلیغ امامت می کردن. نمیتونید شما تصور بکنید امامی رو که خدای متعال ارسال کرده وظیفه امامت بهش داده بعد این آدم تو خونش نشسته مثل این میمونه که شما یه نامرسون فرستادی بعد نام رسونه رفته اون شهری که نامه شما رو برسونه رفته یه هتل گرفته و تو اتاق خودش رو زندانی کرده همونجور نشسته دیگه زندگیشو میکنه بیا من هم فرستادمت که نامه برسونی رفتی اونجا چیکار داری میکنی مثل این میمونه که یه پیامبری بیاد بعد همینجور بره تو خونش دیگه کاری نکنه قابل تصور نیست وظیفه اولین وظیفه تبلیغ دیگه هدایت ابلاغ هرچی هست یعنی همه اینا با همه شیعیان جوابی احتمالا ندارن یکی از شیعیان دو هفته پیش نامه ای واسه من نوشته که الان واسه تون میخونم سعی کرده این موضوع رو بر اساس ذهنیتی که در ایشون به وجود آمده به هر حال توضیحاتی رو که احتمالا آخوندا به, این شیعیان دادن یه توضیحی داده سعی کرده توجیح کنه این نامه نامه زیاد طولانی نیست انشالله میخونم خدمتون ولی فقط قبلش یه نکته رو عرض کنم مجددا مجددا خدمتتون اون اینه که عزیزان حضرت علی سی سال بعد از فوت پیانبر بزرگ اسلام درود و رحمت خدا بروباد زنده بودند و پنج سال از اون سی سال خود حضرت علی خلیفه مسلمین بود و اون موقع حکومت اسلامی بزرگترین قویترین حکومت جهان بود یعنی حضرت علی قدرتمندترین فرد روی کره زمین به نوعی به حساب می آمد تیه اون پنج سال حکومت خودشون توی اون سی سال که مثلا یه چیزی حدود چه میدونم دونم هزار روز میشه اگر حضرت علی روزی یک دفعه فقط جاهای مختلفی که ایشون تشریف می بردن مثلا تبلیغ امامت می کردن به شیعیانشون به مخالفینشون همینه دیگه مگه پیانبران این کارا رو نکردن مگه خود پیانبر اسلام 6200 آیه هر دو سه روز یه بار یه وحی می آمد. تبلیغ اینو ابلاغ می کرد به مردم حکومت تشکیل داد دائما عبادت به مردم یاد داد هر روز یه اتفاق داشته می افتده. آقا هر روز حالا حضرت علی شما بگید که هر روز نه نمیشد ایشون در مثلا فشار بود هفته یه بارم اگر حداقل حد حضرت علی میخواستن که یه حدیثی ازشون نقل بشه توی سی سال میشد 1500 تا اگه بگیریم سالی 50 هفته سال 52 هفته است ولی حالا ما میگیریم دو هفتم تعطیلات 1500 تا حدیث باسی از حضرت علی تو زمانهای مختلف مکانهای مختلف آدمهای مختلف حالا همش نقل قول نمیشد 500 تاش که باید نقل قول میشد ببین چقدر دارم تخفیف میدم از دوازه هزار روز رسوندمش به 1500 روز هفته همونم تخفیف میدیم شما میگی نه اون پنج سالی که حضرت علی حکومت کرده قوی ترین مرد روی کره زمین الان همه قدرت ها دستشه کما اینکه لشکرکشی که شکست داد خوارج رو معاویه رو شکست داد توی جنگ گوین که بعدا به حکمیت انجامید ولی شکست داد قدرتی بود نظام ارتشی داشت مدافعینی داشت صحابه پیانبر همه پشتیبانش بودن همه پشتیبانش بودن تمام اونایی که خیلی از اونایی که تو مدینه بودن با حضرت علی هجرت کردن به حکومتی که توی کوفه تشکیل داد و نهایتا اگر حتی اون پنج سال رو بخواین در نظر بگیرین پنج تا پنجاه هفته بازم میشه دیویس و پنجاه حدیث باید میبود نیست نه فقط این اون خطبه ها و احادیسی رو که شیعیان بخوان بهش استناد بکنن خیلی موضوع مهمه گوش کنین چی میگم خواهشن یه خود دقت کنین اون خطبه ها و اون نا... نمیدونم اسناد و مدارکی رو که شیعیان میخوان بهش استناد بکنن که قابل استناد نیست نه فقط قابل استناد نیست رد امامت میکنه خواهشان شما همین مثلا خطبه شیخشقیه رو که از بزرگترین مدارک آقایون برای اینه که حضرت علی ادعای امامت داشته خواهشان برید بخونید همین خطبه شیخشقیه من برنامه ساختم راجع به خطبه شیخشقیه و تمام جمله به جمله خوندم بتون... حضرت علی یک کلام راجع به امامت صحبت نمیشه حضرت علی به یه آیه توی اون خطبه ششقیه استناد میکنه اصلا هیچ ارتباطی نه از دور نه از نزدیک خود حضرت علی نه از دور نه از نزدیک یک کلام راجع به امامت صحبت نمیشه سوال پیش نمیاد واسه شیعیان خیلی عجیبه امام حسن در یازه سال امام بوده امام حسین ده سال امام بودند بعد امام حسین دیگه روز آشورا که دیگه معلوم بود شهید می خود امام حسین قبلش میدونست که این اتفاق خواهد افتاد اونجا هم بحث امامت نکرد در که امام حسین راجب احادیث دیگه صحبت کرد راجب اینه که فرزند چه میدونم فاطمه است فرزند علی, علی... علیه السلام هر جفتشون علیه هم... همشون هم پدر و مادرش هم خودشون راجب خودش و برادرش صحبت کرد راجب اموش جعفر تیار صحبت کرد راجب حدیث پیامبر که سید شباب اهل الجنه صحبت کرد یک کلام آقا من امامتونم همین پریروز براتون قرائت کردم از مروج و زهب. عزیزان یک کتاب معتبری در نزد آقایون علمای شیعه است که حتی حضرت علی در بستر مرگ در بستر شهادت بودند مردم ازشون پرسیدن آقا با امام حسن با حسن بیعت بکنیم کف میخوای بکنیم میخوای نکنین حتی یه نفر پرسید آقا جواب خدا رو چی میخوای بدی الان اگه شما شهید بشی <تصفح> هیچ کی جایگزین خودت نذاشتی اختلافاتی که پیش میاد حضرت علی پاسخ داد یادتون میاد مال برنامه پری روزه بعد اون وقت یه شیعه ای سعی کرده آقایون علماشون هم اگر که میخوان پاسخ بدن بسم الله تشریف بیارید یه شیعه ای دو هفته پیش واسه من نامه نوشته ببینین چی گفته شما انصافا نگاه بکنید من یه دور نامه رو کامل میخونم راجبش متوقف نمیکنم صحبت نمیکنم راجب نکات بعد انشالله به نکات صحبت میکنیم شما خودتون قضاوت کنید خواهشم آخه ماها خدا به همون عقل داده خدا به همون حکمت داده ماها استدلال رو میفهمیم بعد موظفیم که اصول اعتقادیمون رو روش کار کرده باشیم حتی خود همین آقایونه به اصطلاح علمای شیعه وظیفه کردند تکلیف کردند اختیار نیست وظیفه است تکلیف کردند که همه شیعیان موظفند که اصول اعتقادیشون رو اصول دینشون رو اصول مذهبشون رو تحقیق کنن راجبش این الان نوی... یه ایمیلیه که یه شیعی باز حداقل ایشون انقدر همت داشته که سعی کرده پاسخ بده و سعی کرده توجیه بکنه یکی از این برنامه هایی رو که بنده داشتم خواسته بگه که چرا حضرت علی سکوت نگاه بکنید بخونیم باها گفته سلام منم سلام عرض میکنم خدمتشون وقتی یک سرباز وقتی یک عده سرباز ریختن در خونه حضرت علی که حضرت علی را ببرند با ابوبکر بیعت کنه شما فکر میکنی حضرت علی نمیتونست شمشیرش در بیاره بزنه بکشه اونها رو حالا گذشته از این همه اشتباهات تایپی و انشایی که هست حالا اونا رو ول کنیم فعلا میگه نمیتونست بزنه بکشه سی تا میکشت سه تا میکشت چهار تا میکشت حتی ده تا میکشت یا سی تا میکشت خب آخ... آخر ممکن بود یکی بره از روی دیوار یه تیر بزنه تو پای علی یا گردنش وقتی حضرت علی یقین داره اگه مقاومت بیشتر بکنه کشته میشه نه کشته شدنش سودی داره نه مقاومت کردنش خب حالا حضرت علی میرفت جانش رو در راه دفاع از خودش و خانوادهش میداد اینجوری که اصل امامت حضرت علی با کشته شدنش از بین میرفت گاهی موقع ما حوادث رو با میار خودمان میسنجیم جالبه ایشون داره به من ایراد میگیره که ما با میار خودمون میسنجیم اگر ما یقین پیدا کنیم که اگر حضرت علی اگر شمشیر میکشید و کشته میشد و با کشته شدنش اصل امامتش از بین میرفت و حتی خانوادهش بیپناه پناه می شدن با این علم به این علم میرسیم که چرا حضرت علی مقاومت نکرد <applause> خلاصه مطلب ایشون دلیل اصلیشون اینه که حضرت علی سکوت کرد چون کشته میشد میریختن همینجور سربازا ریختن بزاریختن, چل تا رو میکش 50 تا رو میکش یعنی جالبه این مثلا تا قبل از اینی که پیغمبر فوت کنن این ماجرای که ایشون داره میگه مثلا مال چند روز بعد از اینه که پیغمبر فوت کردن همه این صحابه به حضرت علی دو, دو ماه قبلش تبریک گفتن گفتن بخن بخن یا علی بعد یهو همه این همه سرباز اصلا جالبه روحیه ایشون حضرت علی سکوت کرد <applause> بابا حضرت علی اون موقعی هم که حاکم بود سکوت کرد اون موقعی هم که حتی تو بستر شهادت بود و میدونست دیگه شهید میشه چون حتی دکتر وقتی اومد تست کرد امتحان کرد و خبر داد که قابل اصلاح نیست و این به شهادت حضرت علی منجر میشه اونجا هم سکوت کرده چی گفت حضرت علی اون موقع چی گفت وصیت مسیحت... حالا مردم اصلا نیومدن ازش بپرسن مثلا الان آقایونه <applause> علما و مثلا علما شیعه میخوان بیان توجیه کنن که نه این احادیث نمیدونم همه غلطه خب احادیث غلط چی حضرت علی اونجا گفت جا نداشت سه روز ایشون زنده بود جا نداشت یه سفارشی به امامت بکنه نه ایشون میگه حضرت علی کشته میشد خب اونجا که دیگه, دیگه کشته شده بود دیگه ضربت خورده بود میدونه یه خود به خودمون بیاین آقا اوضاع مملکت ما از همه جای دیگه دنیا بدتره گویا که اوضاع جاهای دیگه دنیا هم بده مال ما بدتره و ما از حیث بیدقتی توی دنیا باز عقبتر از مابقی جاهای جای دنیاییم به شدت عقبیم نیازمونم به حضور دقت به نمیدونم بالا بردن ارتقای سطح جامعهمون از مابقی جاهای دنیا بیشتره خواهشم، میخواید چیه باشید، میخواید بیدین باشید میخواید هر چی باشید و هرچی باشیم خودم هم جز بشم. یه خورده دقت داشته باشیم توی نوشته هامون نحوه نوشتنمون توی حالا باز ایشون رو من قدرشون رو میدونم حداقل ایشون سعی کرده یه پاسخ منطقی بده. بعضی ها که اصلا ایمیلشون حالا خدمتتون خواهم خوند اون بحث، کامنت هایی رو که شروع کردم و دو برنامه فکر کنم یا سه برنامه هنوز ادامه داره بعضی از کامنت ها رو باید بیارم بخونم بهتر از تماس های تلفنیه به خاطر اینه که خیلی آموزنده است عزیزان خواهش میکنم به خودمون بیایم از خودمون شروع کنیم یه خود دقت داشته باشیم باور کنید جامعه ما الان شما فرض کنید اصلا حکومت این جنایتکار تاریخ بشریت این فرعون خامنه ای همین فردا از بین بره انشالله آمید بگید انشالله که همین فردا از بین بره برای بعد از اون ما نیاز داریم هنوز گذشته از اینی که نیاز هست برای عبور از این اشرار و ارازل از این ارازل تاریخ بشریت از این بیشرافتان تاریخ بشریت نیاز داریم به این سطح دقت عمومی الان همینایی که خائنن و در این حکومت شدن چماغه یه مش بیخرده با زری پوشی های بسیار پایین احمق بالفطره اینها الان شدن ابزار و چماغ این حکومت خیانت به خودشون و جامعهشون و خانوادهشون میکنن به خاطر چی به وجود میاد به خاطر اینه که اینا قسمتی از جامعه بیتفاوت ما هستند خودشون بیخردن اطرافیانشون هم بیتفاوتن از خودشون اظهار نظر نمیکنن این بیتفاوتی ها این سکوت ها این سطح بزرگی از بیدقتی ها همین الانش کار دست جامعه ما داده بعد از, بعد از این حکومت هم باز ما این مشکل رو خواهیم داشت خواهش میکنم که یه خورده دقت کنیم حداقل از خودمون شروع کنیم از خانوادهمون به خانوادهمون تسری بدیم به محیط بزرگتر از خانوادهمون اون جامعه اطرافمون تسری بدیم تاثیر میکنه عزیزان فکر نکنید که من یه نفرم من چه کار میتونم بکنم ما ها اصلا وظیفه داریم یه مؤمن اصلا کار نداره به اینی که نتیجه چی خواهد بود وظیفهش رو انجام میده چون ما ها مسئولیم نسبت به اعمال خودمون مسئولیم به هر حال این, این مسئولیت رو که حتی عرض کردم خود آخوندای شیعه این مسئولیت رو رو دوش شیعیان گذاشتن که باید تحقیقی باشه اصول اعتقادیتون دیگه من واقعا نمیدونم چی باید بگم که از این روشنتر باشه واقعا مشکله خب میگه وقتی یه عده سرباز ریختن تو خونه فکر کرده که الان ایشون شرایط امروز رو که مثلا سرباز رو مجبور میکنن بره سربازی بعد اسلحه دستش میدن بعد مثلا یا حقوق بگیره اگر کاری رو که بهش میگن انجام نده بهش اضافه خدمت میدن یا حقوقش رو قطع میکنن یا میندازنش زندان فکر کرده زمان پیغمبر و اون اصر و زمان هم اینجوری بوده سربازا حقوق میگرفتن اونجا حالا من نمیدونم مثلا حضرات ابوبکر و عمر و عثمان اینا چه واقعا چه قدرتی مگه داشتن یهو این همه سرباز دور خودشون جمع کردن بعد اگه اینا سربازهای حضرت پیامبر بودن چی شد یهو همه این سربازا رفتن شروع کردن حرف اون اینا رو گوش دادن اصلا ولی به هر حال سیستم سربازی نبوده که مثلا فکر بکنه یه عده سرباز اینجوری تو ذهنشه نه اینکه الان این جنایتکاران خامنه ای می میریزن تو خونه مردم ایشون فکر کرده که اون زمان حضرت علی هم اینجوری بوده یه عده سرباز ریختن خونه حضرت علی <تصفح> یه عده سرباز ریختن در خونه حضرت علی که حضرت علی رو ببرن با ابوبکر بیعت کنه <تصفح> حالا بیعت کرد یا نکرد آخر اگه شما بگی بیعت کرد که خب امامی که چرا امام حسین بیعت نکرد چرا حضرت علی بیعت کرد خب اونم کشته میشد مثل امام حسین شهید میشد آخرش که شهید شد حضرت علی دلیل اینا اینه, اینه که خب حضرت علی بیفایده فایده میشد امامتش از بین میرفت اگه سکوت میکرد اگه سکوت نمیکرد خب امامتش اتفاقا با سکوت کردن از بین رفت نه با سکوت نکردن اگه سکوت نمیکرد مثل حضرت مثل حضرت امام حسین راهش باقی میموند صداش به همه تاریخ تو طول تاریخ بشریت صداش میپیچید کسی دیگه نمیتونست اون صدا رو خاموش کنه یه حضرت فاطمه رو شما میگید قبرش معلوم نیست کجاست آقا خیلی یا قبرشون معلوم نیست کجاست اون عصر زمان اصلا رسم نبوده که هی بیان بالای قبر مثل شما مثل شیعیان امروز قبر پرست باشن هی علامت بذارن خیلی یا قبرشون معلوم نیست ولی قبر حضرت فاطمه معلوم نیست این سندی شده برای اینی که حضرت فاطمه چقدر دلخور بود بعد اگه حضرت علی کشته میشد که دیگه تو طول تاریخ اسمش میموند مگه امام حسین نموند خب حالا حضرت علی هم فوقش بیعت نمیکرد کشته میشد اینجوری که بهتر بود که جلال خاله خلاصه ایشون میگه که حضرت علی بردن با بهت با کنه شما فکر میکنی حضرت علی نمیتونست شمشیر در بیاره بزنه بکشه خب شما که فکر میکنی میتونست این کارو بکنه توضیح بده چرا نکرد این کارو حالا توضیح گوش کنید عجیبه واقعا بعد حضرت علی که شیر خدا بوده میزده همینجور کلی مگه نمیگید همه ای اونا مثل بوز فرار میکردن خب چی شد اونا مثلا چهار تا دونه چ... سرباز به قول شما فراری بوز اینا اینا حضرت علی ترسید گفت الان کشته میشم مگه نمیگید در خی... خیبرو رو بلند کرد چی میدونم چل تون در بوده زد همه اونا رو یه تنه حضرت علی کل خیبر رو فت کرد هیچگی دیگه همه بایستاده بودن دستاشون رو میمیکیدن ولی حضرت علی به تنهایی <laughs> <laughs> بعد میگه بیرفتن بالای دیوار فکر کرده خونه های اون رو موقع مثل الان خونه های الان هر. از کردم دقیقا صحنه هایی که این سربازان جنایتکار خامنه ای میافرینن توی کشورمون همون صحنه تو ذهنه ایشونه آدمو یاده این اسلام ستیزا میندازه که وقتی راجع به بردگی در اسلام صحبت میکنن تو ذهنشون بردگیه که اروپایی ها میرفتن آفریقایی‌ها ها رو میدوزیدن نصفشون رو میکشتن نصفشون میدزدیدن سوار کشتی میکردن میبردن تو آمریکا میفروختن اینا هم حالا همون صحنه ها تو ذهن همون جور تشابه دارن میدن بابا اون موقع نه معلوم دیوار داشته نه حضرت علی چه لزومی داشته تو خونش بمونه خب میرفت بیرون از رو دیوار دیگه نمیتونستن تیر بزنن با حضرت علی چهار تا حداقل حد دنبال رو هم لابد میداشت دیگه نه نداشتی چی؟ اونا همه اون 120 هزار نفر رو کلا فکرشون رو تر... عوض کرده بودن ترسونده بودن یه چیزی شبیه معجزه است در واقع 120 هزار نفر فقط تو قدیر خون بودن حالا اونایی که بیرون از قدیر خم و جاهای دیگه بودن طی سالها پیغمبر گفته بوده که ای علی انت منی به منزلت انت ولی و وسیع از این حرفایی که میزنن و خلیفتی همه این چند صد هزار نفر آدم همه یهو عوض شده بودن واسه چی حالا نام ایشون رو بخونم میگه سه تا میکش چهار تا ده تا سی تا آخر یکی میرفت بالای دیوار بهش تیر میزد تو پاش یا گردنش وقتی حضرت علی یقین داره اگه مقاومت بیشتر بکنه کشته میشه نه کشته شدنش سودی داره نه مقاومت کردنش حالا مقاومت نکردنش و کشته نشدنش چه سودی داشت چه سودی داشت تو طول این تاریخ تو 1400 سال 95 درصد مسلمانو ها و بودند و هستند تو بهترین حالتش قبل از انقلاب ایران مثلا ده درصد شیه وجود داشته الان که دیگه اونم نیست الان که دیگه الان تو ایران که کوشیه الان چند درصد شیه داریم تو ایران اینا جرعت ندارن آمار بگیرن اگه آمار میگرفتن معلوم میشد دو تا کشور شیه وجود داشته توی دنیا به امان کشور اصلی پایگاه شیه که اصلا شیه از اینها بیرون میامده یکی ایران بوده یکی هم عراق برید جفتش رو نگاه کنید ایران که اصلا هیچی اصلا همین الانش شیعه در اقلیت به سر میبره اقلیت محضا <applause> برید عراقم نگاه کنید اونجا هم به شدت ریزش داره شیعه دلشون مثلا خوش کردن میگن که آماره دروغ هی بهشون میدن میگن نگاه کن مثلا تو آشور راه یا آشور مثلا سه میلیون نفر آدم اومده <applause> خب ها سه میلیون نیست بهتون دروغ میگن ولی اونم تازه ملاک نیست 85 میلیون ایرانی هن. چند میلیون سی میلیون عراقی مثلا عراقی هن. تازه از جاهای دیگه دنیا پا میشید میارید مثلا از پاکستان هندوستان آخرش مثلا به اینجا اگه ختم بشید بازم آمار اگه بگیرید آقا جان تو خود ایران ما زیر ده درصد شیعه وجود داره شیعه واقعی یا نه اونی که ا ترسش می نویسه اونجا تو فرمش من شیه اصلا مسلمونی اصلا نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه اعتقادی داره مشروب میخوره خوک باشه میخوره خیلی با ذوق و شوق میخوره اصلا اونا که نمیشه بهش بگی ولی خب می نویسه دیگه میترسه می ترسه میگه واسی چه همین همین های همین های 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 که سکوت میکنن تو جامعه ما نهایتا حالا حضرت علی مقاومت نکرد و کشته نشد چه حسنی داشت چه حسنی داشت چی شد امامتش باقی موند خب امامتش که زایه کرد الان بعد از 1400 سال ما هنوز داریم سوال میپرسیم یا چی شد حضرت علی یک کلام حرف نزد یه بار آخه یه چیزی <تصفح> میگه نه کشته شدنش سودی داره نه امامتش خب حالا حضرت علی میرفت جونشو در راه دفاع از خودش و خانوادش میداد خب مگه کم بودن کسانی که جونشون را برای دفاع از خودشون اصلا جز تکالیف اسلامه شما اگر جونتون در خطر باشه جون خانوادتون در خطر باشه وظیفه شرعی دفاع انتخاب نیست جهاده کسی کشته بشه در اون راه به بهشت میره صاف جز شهدا به حساب میاد صاف میره به بهشت میدونید اصلا یه همچین آدمی حتی قسل میت و اینام رو لازم نداره یعنی حتی احکام شرعی واسش هست تازه کی گفته که حضرت علی وظیفه داشت فقط از خودش و خانوادهش دفاع کنه آقا موضوع امامت مثل این میمونه که یه پیغمبری فقط فکر جون خودش باشه نه موضوع رسالتشه باید از رسالتش دفاع کنه حضرت علی باید از امامت منصوب و منصوص از جانب خدای متعال دفاع میکرد حالا خودش و خانوادهش اصلا هیچی میگه انتخاب خودش بود که تازه اونم انتخاب نیست ولی فرض کن حالا بگیم انتخاب خودش امامت که انتخاب خودش نی بیا او جونم به خطر افتاده برم اونجا با چاه درد دل کنم آقا جوکه که این حرفا یعنی چی با چاه درد دل اصلا درد دل مومن اصلا درد دل میکنه اصلا درد دل معنی داره واسه مومن که حالا تازه بریم واسه امامت درد دل کنیم که امت پیغمبر همشون الا سه نفر یا پنج نفر من نمیدونم اینا همه خیانت کردند به دین, به دین پیانبر به دین خدا به احادیث پیانبر به آیات الهی احادیث و اصلا آیات رو عوض میکردن اگه گفته میشد توی قرآن گفته میشد دیدید که بعضی یه همچی جوابایی دادن بعد اون وقت اینا میامدن تمام این من نمیدونم این ست ها هزار نفر چی شد آخه یهو پشت رو شدن همین که جونشون و مالشون رو برای اسلام خرج میکردن یه همه ضد حضرت علی شدن من نمیفهمم واسه چی ولی دیگه شماها خودتون پیدا کنید دیگه پرتغال فروش را ولی نهایتا ایشون میگه که جونش رو در راه دفاع از خودش و خانوادهش میداد اولا داشت که لازم بود بده برای جون خودش و خانوادهش سانیان فقط خودش و خانوادهش نی امامت معموریت الهیه عجیب میگه اینجوری که اصل امامت حضرت علی من یه خود بزرگش کنم اصل امامت حضرت علی با کشت ببخشید با کشته شدنش از بین میرفت اتفاقا با سکوت حضرت علی از بین رفت امامت حضرت علی از بین رفت الان چی شده امامت؟ الان خود شما شیعیان جواب ندارید بدید با اینه که یه توقع منطقیه توقع غیر منطقی نیست الان همین رو نمیتونید پاسخ بدید <applause> امامته از بین رفت دیگه چی شد چه اتفاقی افتاد حالا جالبه ما بقیه هم صحبتی نکردند امام حسن امام حسین بابا حضرت علی تو بستر شهادت مگه حضرت علی بگذاریم تکراری میشه دیگه خب میگه گاهی موقع ما حوادث رو با میار خودمون میسنجیم آفرین واقعا سعی کن با معیار خودت نسنجی یه خود با معیار دیگران بسنج اگه شما داری به دیگران سفارش میکنی اول خودت عمل کن بعد انشالله تو دیگران هم تاثیر میکنه <تصفح> میگه اگر ما یقین پیدا کنیم که اگر حضرت علی اگر شمشیر میکشید ببینید بزرگواران این نوع جمله بندی ها اصلا این نوع نوشتنها این همه مثلا دبل اسپیس داره نمیدونم جملات ناقص داره بعد هی از یه خط رفته خط بعدی خط بعدی خط بعدی, خط بعدی. اینا نه اینکه حالا بخوام بگم اینا ایراد نامه ایشون پس دلیلش غلطه نه ربطی نداره اینا سفارشات جانبیه که به همه این سفارشات رو میکنم من جمله خودم تو نوشتن دقت کنیم مطلبی رو که می نویسیم یه چهار بار خودمون بخونیم ببینیم آیا جملهمون درسته آیا معنی میده الان واقعا تو جامعه فارسی دانان اونایی که فارسی می نویسن شما برین کامنت ها رو بخونین واقعا اکثریت کامنت رو که نه فقط برنامه های من همه برنامه های دیگه یا <تصح> مطلب توش نیست هیچ مطلبی نداره یا گذشته از بیمطلبی فقط فوش و ناسزا توشه حالا به هر کی که هست آقا باید یه مطلبی توش بنویسی اگر میخوای فوشیم بدی مینیمومش اینه که تازه درستش اینه که اصلا مطلب بنویسی فوش نباشه دلیل توش باشه دیگه من نمیدونم واقعا چجوری میتونم ترغیب کنم چجوری میتونیم تاثیر بذاریم من تازگی ها دارم به این نتیجه یعنی سال هاست به این نتیجه رسیدم که شاید سختترین کار دنیا تغییر دادن یه جامعه است خصوصا در جهت اصلاح من نمیدونم این همه مقاومت در مقابل اصلاح چرا در مردم وجود داره چرا اینقدر مقاومت میکنیم ما اگه یه نفر یه حرف خوبی میزنه چرا همیشه لجبازی وجود داره چرا مقاومت چرا همیشه باید مرغیه پا داشته باشه بعضی وقتا ساده هم هست یعنی مثلا این توقع عجیب و قریب و پیچیده و نمیدونم غیر قابل دسترس و تکلیف مالای حق نیست که از مردم بخوایم آقا خواهشن یه خود دقت کنیم یه خود بفهمیم تاثیر میذاره تو جامعه عمون. اون سیستم آموزشی اون مملکت رو که این حکومت جنایتکار عمدن آقا اینا تعمد درشه عزیزانم عمدن،, عمدن به باد فنا دادند نه فقط در سطح دبستان و دبیرستان دانشگاه شما بری سیستم آموزشی کشور شما فکر میکنی اتفاقی از اوج ذلت به حزیز از اوج عزت به حزیز زلت رسیدیم شما فکر میکنی اتفاقی همه چی رو نابود کردن یه تپه سالم باقی نذاشتند فکر میکنی این اتفاق سوء مدیریت بوده من باور ندارم من میگم کاملا مدیریت مهندسی شده و حسن مدیریت بوده هدف اینه عزیزان نابود کردن اینا برای نابود کردن آمدند و الان شما نگاه بکنید اون از سیستم های آموزشیمون اون از تمام صنایع تمام خدمتتون از کنم زیربناهای اقتصادی و فرهنگی جامعهمون اگه ماها به خودمون نیایم این حکومت دیکتاتور جنایت کار رو هم که مهندسی شده این رو هم نمیتونیم کنار بزنیم تازه اگر هم لطف خدا شامل حالمون بشه کنار بزنیم باز همینجور میمونیم و تو همون شرایط باقی هستیم <تصفح> چطور حاضر نیستیم یه خورده مقاومتمون رو در مقابل چیزهای خوب سفارشات خوب کم بکنیم بعد همیشه هم هممون از دیگران متوقع داریم آقا از خودمون شروع کنیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم، انشالله رو دیگران هم تاثیر میذاره و سعی کنیم رو دیگران هم تاثیر هم بذاریم. نمیدونم اینا که دیگه جزء اصول اعتقادیمونه، اینا که دیگه وظیفه خالص واضح مونه امامت. خلاصه میگه اگه حضرت اگه ما یقین پیدا کنیم که اگر حضرت علی اگر شمشیر میکشید و کشته میشد و با کشته شدنش اصل امامتش از و همه اینا را تکراری دیگه توضیح دادم اتفاقا اصل امامت از بین نمی رفت اصل امامت زنده می شود اتفاقا بعدش هم امام حسن بود دیگه چطور خدا بعضی از اماما رو تو 5 سالگی تو هشت سالگی امام کرد خب امام حسن اون موقع سنش از اینم بیشتر بوده حالا گیریم هم که همون قبل بود هم امام حسن وجود داشت هم امام حسین وجود داشت خب اونا باقی میموندن دیگه بعد تازه مگه امامت از جانب خدا حمایت نمیشه مگه پیامبران توفیقات الهی همراهشون نبوده و امام هم همینطور مگه امام زمان الان مردم بخوام بکشنش خب میتونن شما شیعیان میرید و سلامتی امام زمان هزار ختم قران مثلا نظر میکنید الان کسی بخواد امام زمان رو خب برید بکشه دیگه میتونید ب... میتونه کسی الان این کار رو کجا است کیه آه چرا فکر عجیب و غریب و زد و نقیز ب... همزمان تو ذهنتون جمع میشه خلاصه میگه با کشته شدنش از نمواتش از بین میرفت و حتی خانوادهش بی پناه میشدن <applause> عجیبه <applause> ماها خودمون خود حضرت علی و همه ماها یه پناهگاه بیشتر نداریم اونم خدای متعاله مگه ماها چی کاره ایم تو دنیا که تازه فکر کنیم که ماها پناهگاه خانواده مونیم اصلا این طرز فکر طرز فکر غیر اسلامیه غیر قرآنیه حضرت علی خانوادهش بیپناه میشدن اونها خودشون امام بودن بنده خدا اونا خودشون امام بودن علم لدنی داشتن ولایت تکوینی دستمال کاغذی رو بهش بگه تلاشو طلا میشه بهش بگه همین دستمال کاغذی رو بهش بگه برو بزن یارو رو بکش میکشه ولایت تکوینی داره سه تا امام همزمان زندگی میکردن تازه حضرت فاطمه بوده بعد حضرت علی کشته میشد خانوادهش بیپناه میشدن جلال خالق میگه اگر اینا رو فکر بکنیم این اگر 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 به این علم میرسیم که چرا حضرت علی مقامت نکرد اینم جواب یک شیعه بود چرا حضرت علی مقامت نکرد به همین واضحی روشنی عزیزان من اگر شما کسی هست مثل این برادر عزیزم مثل این بیننده بزرگوار که حداقل این همت و این غیرت رو داشته ایشون من تحسین میکنم به هر حال اینی که ایشون ای امیدوارم خدا به ایشون توفیق بده همینقدر که سعی کرده یه دلیلی تو ذهن خودش بتراشه یه باز ادامه بده وای نسه و اون روحیه تعصب روحیه لجاجت جاهلانه اینی که مرغ حتما یه پا داره چاره ای نیست باید یه پا داشته باشه مثل اون آدمی که بهش گفتن اگر که تو اقیانوس کوسه دنبالت کنه چیکار کنی چکا میکنی گفت میرم بالا درخت گفت خود, خود وسط اقیانوس درخت کجا گفت چاره ندارم اینام هم همینطورن یه هم. چاره اینی باید دفاع کنم باید اماممه الان این ولا تذرن نه آلهتکم تذرن نه نمیدونم فلان و فلان این معبودانتون رو ول نکنید اگر که آقا ادامه بدید الان همین برادر عزیزم اگر ادامه بده آقا وای نسا ادامه بده واقعا فکر کن به این سوال و به این شبهاتی که وجود داره اگر دلیل منطقی نمیتونی واسش پیدا بکنی بپذیر چرا این همه لجبازی وجود داره واقعا من واقعا حیرت میکنم خب من خودم هم شیعه بودم دیگه آه یک هزارم یک ده هزارم این افراد لجاجت نکردم خب وقتی حرف منطقی میشنوی وقتی سوال منطقی پاسد پیش میاد وقتی یه حدیث وجود نداره یه عزیزی نوشته بود توی کامنت ها حالا انشالله میارم میخونم شاید همین الان بیارم از واسه نمیخوام خودم فقط صحبت کنم گلوم <تصف> من وزش خوب نیست اتا فرمان اگه شما تلفن رو هم کنید شاید بهانه خوبی باشه که صحبت شما عزیزان رو هم بشنوم منم یه خود گلوم استراحت کنم <تصفح> هنوز خوب نشدم ببینید یه عزیزی نوشته بود حالا باید کامنتشون رو پیدا کنم نوشته بود اگر منی که سواد چیز ندارم سواد مثلا تاریخی ندارم حرفای شما رو بشنوم باور میکنم قبول میکنم استلالات شما رو بشنوم قبول میکنم یه جوری ایشون نوشته بذارید حالا که اینجوری حتما بیارمش پیداش کنم انگار که مثلا کار سختیه برای اینی که ما باید تاریخ بدونیم بایستی نه عزیزان تاریخ نیازی نیست بدونیم راحت تر از این حرف هاست ببینید <تصفح> وقتی میبینید طرف مقابلتون که ازش استلال میخوایی استلال نداره این اتمام حجت میکنه ببینید الان این نیست شما حتما تاریخ بدانید اون کسی که این متن رو نوشته بودن حالا من پیدا میکنم وسطون الان میارم اگر که این جور باشه شما نگاه بکنید یعنی اینها اینه پیدا کردم ببینید چی میگه ایشون ببینید یه نفری از بیننده ها کامنت گذاشته نوشته اگر مستمعین بی سوادی مثل من که اطلاعات تاریخی ندارم استلالات شما را بشنوم باور میکنم ببینید نیازی نیست شما اطلاعات تاریخی جمع بکنید یا مثلا خیلی پیگیری کنید هفتاد سال کتاب بخونید ببینید همینقدر که دفاعیات یا اثبات و استدلال های طرف مقابل رو میشنوید اتمام حجت میکنه چجور؟ مثلا وقتی که ما مسائلی رو میگیم شما میگی که آقا من سواد تاریخی ندارم آقا اونای دیگه این آخوندها حقوق میگیرن که همینا رو جمعآوری بکنن سعی کنن دفاع کنن کمون که همون سعی میکنن دفاع کنن خب وقتی میبینی اونا حرفی واسه گفتن ندارن یعنی تحقیقات تموم شد اونا به اندازه کافی تحقیق کردن مطلبی واسه گفتن نداشتن بنابراین نیازی نیست شما سواد تاریخی داشته باشید یا برای هفتاد سال درس بخونی یه نکته ای رو عرض کنم خدمتتون عزیزانم من همیشه حتی قبل از اینی که تو شبکه کلمه مثلا این تریبون در اختیارم قرار بگیره حتی قبل از اون هر وقت با شیعیان گفتگو می کردم حتی با خدا ناباورا حتی با اسلام ستیزا شما نگاه بکنید من همیشه برنامه هام ردی خوندن نیست همیشه اثبات میخونه اون کسانی که مطلب نوشتن که اثبات کنن ردیه نمیخونم هیچ وقت واسه تون چون فکر میکنم همون اثبات ها همون متون اثباتی خودش ثابت میکنه که این حرفی واسه گفتن نداره داره زد و نقیز حرف میزنه برای همین هم اسم برنامه گذاشتم تضاد دلیل بطلا بنابراین من از قدیم الایام هر وقت کسی به من میگفت آقا چه دلیلی داری که امامت وجود نداره من خود کتب شیعیان رو بهشون میدادم مثلا یه نفری کتاب نوشته بود مقاله نوشته بود چندین جزوه که حضرت علی ادعای امامت کرده باور میکنین من این جزوه رو به چندین نفر دادم گفتم خب بخون ببین این چی گفته کجا حضرت علی ادعای امامت کرده بخون ببین اگه یک کجا بود نتونسته یه جا رو پیدا بکنه داره به هم میبافه شک میافتادن خودشون همونای که میخوندن من همیشه سفارش میکنم آقا برید کتب خودشونو بخونید اصلا نیازی نیست ردیه ها رو بخونید ثابت میکنه انقدر موضوع راحته اینقدر قضیه روشنه حق آقا پیدا کردن حق نیاز به 800 سال درس خوندن و اینها نداره فقط کافی تعصبش آدم کنار بذاره راحت پیدا میشه اونقدر سخت نیست مثل همین دلیلی که اقامه کردم خدمتتون وقتی که نگاه میکنی میبینی شیعیان یه جواب ندارن که چرا حضرت علی این جوابشون اینه مثلا آخونداشون چی گفتن؟ اونام هم چیزی ندارن واسه گفتن اگه داشتن که خب به شیعیانشون هم میگفتن به اونام یاد میدادن حداقل اونام امامتشون بر اساس استلال باشه تو ذهنشون تحقیق مثلا محققانه باشه نه به صورت تقلیدی <تص> ندارن دیگه اگه مطلب داشتن که اوضاشون بهتر از این میشد و معلومه آدم وقتی این چیزا رو میشنوه باور میکنه نیازی نیست حتما شما بری نمیدونم اطلاعات تاریخی کسب بکنی ببینی من دارم درست میگم یا نه من دارم دلایل عقلی میارم خب من کامنت های دیگه ای بخونم واسه تا اگر که تلفن رو بخواد برقرار بشه به قول این خب این بیننده بزرگوار سلام علیکم سلام عرض میکنم خب تماس بعدی این بزرگوار این هم تازگی ها زیاد اتفاق میفته فکر میکنم بعضی،, بعضی ها شاید هدفمنده تماس میگیرن که صحبت نکنن مثلا سطح برنامه رو پایین بیارن شبکه کلمه رو مثلا بزنم خودشون من اینجور احساس میکنم که بعضی از این تماس ها برقرار میشه و حرف نمیزنن تعمده نه همشون ها بعضی هاشون سلام علیکم بیننده بزرگ بیننده عزیز سلام عرض میکنم خب ایشون هم صحبت نمی... صحبت نمیکنن دیگه میبینید بعضیاشون مغرزان است یعنی تعمد در کارشونه چون وقتی میان چند راه بیشتر ندارن ببینید نگاه کنین ببینید حق چقدر ادامه همین صحبتم ببینید حق چقدر واضحه این حکمت خدای متعال جهان اینجوری طراحی شده عزیزان اتفاقی نیست این نیستش که یه چیزی جهش کرده اینجوری نه این ن... این نظام رو شما نگاه کنین این واقعا حکیمانه طراحی شده ببینید باطل اگه حرف نزنه به ضررش تموم میشه بعد میاد گاهی وقتا تماس میگیره سکوت میکنه به ضررش تموم میشه بخواد مثلا سطح برنامه ولی خب ما میایم رسوا میکنیم اگر بیاد دلایل بی ربط بیاره رسوا میشه بخواد دلایل با بیاره بازم رسوا میشه چون دلایل با ربط باطل رو رد میکنه حق رو ثابت میکنه سلام علیکم بیننده عزیز <applause> سلام علیکم و رحمت الله مهندس شکری عزیز سلام عرض میکنم خدمت بیشتر مردم و همشری و هموطنان من و تو آگاهی کاملی درباره قرآن ندارن و حدود 560 سال از زمان صفوی تا الان هرچی تو مسجدا حاجی آقا خدا براشون گفتن گوش کردن تو مخشون حق شده ما روزانه با ده ها نفر سر و کله میزنیم وقتی به طرف میگی که کلام پروردگار از همه بالاتره یا نه میگه بله مثل مثلا آیه پنج عقاف به روشنی میگه که کسانی که صدا میزنی توضیح میده کامل یا آیه هفتاد سه سوره حج میگه پشه را نمیتونن خلق کنن با انسان به روشنی وقتی باشه صحبت میکنی میگه که دوباره یکم بایی میشه میگه نه اینا خوب دوباره خدا همچی میگه با خدا گفته اینا هیچ کسی جز خود پروردگار هیچ کاری از دستش نمیاد و هیچ اختراعی هیچ خلقتی هیچی از اول تا آخر نیست اگه چهار تا پیغمبرم یه موقع معجزه میکردن جبریل از طرف پروردگار میومده و کارا میکرده مردم نمیدیدن و بعد از اونم اسلام زمان پیامبر کامل شد بعد از اون هرچی بهش اضافه شد باطله ولی خود طرف بیشترشون یا آگاهی ندارن یا همین رانمایی های که کردن از پدرانمون پیروی میکنیم پدرم در این خط بود پدر بزرگ من در این خط بود منم هم در, من هم در همین خط میرم این نمیدونه آقا بردش بوزه بله، 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 بله. چه بلای مخاطرش بیاد همین آیه مبارکه م... من, گفتم اگر یه توضیح بره شیعانی که مثل من و تو مواهد شدن و هم. انشاءالا مواهد بشم توضیح بدیم ممنونم خدا سلامت نگهد. باشید ممنون خدا نگهدار شما نه همینقدر که خودتون اشاره کردید به آیات و اینقدر هم گفته شده دیگه اصلا فقط تنها کسانی که قبول نمی کنن اونایی یعنی هنگ که نمیخوان قبول بکنن و واضحه اصلا خیلی واضح و روشنه آقا خود رساله های عملیه شون میگه باید اصول اعتقادیتون رو تحقیق کنید خب بیننده بعدی سلام علیکم الو بله سلام عرض سلام سلام عرض میکنم, سلام عرض میکنم. ب... سلام خدا انشالله که شر خامنه ای و ایادیش رو از سر مردم ما کوتاه کنه واقعا بله بیننده بزرگوار سلام علیکم متاسفم شما خدا قوت بده آقای شکرایی باشیم. یه سوال خاصی داشتم میتونم بپرسم بفهمی یک من جواب من لطفا یکی که مثلا تو شوقش چوپونه باید باید گسونه به چرونه یه آقای ادب زنگ میزنه بدبخت بیچاره هیچ چم بلد نیست هر دفعه نزدیک به 6 ماه میگه سوره هفت سوره هج آیه هفتاد رو روزی هزار بار گفت این باید باید گستانه گستانده که بچرونه خدا نگه دارده. خدا حافظ حالا من که نمیدونم منظورتون چیه ولی ما هممون موظفیم که اعتقاداتمون رو پیگیری کنیم همه آدم های روی کره زمین حتی یعنی این جزء بدیهیات ما انسان هاست جزو مسائلیه که در فطرتمون گذاشته شده و رسیدن به حقیقت این نیستش که مثلا فقط وظیفه یه عدهایه اونایی که مثلا یه تحصیلات به خصوصی تو رشته های به خصوصی دارن نه و چوپون هم که شما میگید اتفاقا خیلی از پیانبران چوپون بودن و اتفاقا ما تو بین چوپونامون بسیار افراد با استعداد با سواد این نیستش که شما فکر بکنید که مثلا باید بره گوسفنداش رو بچرونه نه گوسان چرونی هم جزو کاره عین کسی که عین خود شما که صبح میری سر کار شب میای خونه بعد مطالعه میکنی تازه اون گوسان چرون که در حین کارش هم دائما با طبیعت در تماس و میتونه مطالعه کنه میتونه فکر کنه اتفاقا بهترین فضا برای فکر کردن برای تدبر کردن در این عالم در نظمی که در عالم هست اتفاقا همون ز... همون زمان هاست <applause> بنابراین رفع تکلیف نمیکنه سلام علیکم بیننده عزیز سلام علیکم و رحمت الله حال شما خوبی قربان میخواستم با استاد شکری صحبت کنم بله صحبت میفرمایید بزرگوار در خدمتتونم خدمتتون عرض بکنم که الان من داشتم برنامه رو ملاحظه صدا میاد برادر صدا میاد بله بله بفرمایید خدمتتون عرض بکنم که الان من دیدم راجع به مسئله شیعه و مسائل جریانی که در امریکت ما هست من فکر میکنم که بهترین راه و ساده ترین راه شیوه ای بوده که خود پیامبر اکرم علیه صلات و 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه انجام داد و نتیجه این تئوری و این عمل رسول خدا از خواب مهاجرین و انصار بودند که اینها از مال و جان گذشتند و این ملت تا مادامی که اتیال راه یعنی قرآن کریم و سنت پیغمبر رفتار مهاجری و انصار نفهمه این تاریخ و ماریخ و فلان اینها ما به نتیجه نمیرسیم من فکر میکنم که یه خود بیشتر چون که واقعا قرآن کریم برهای یه تئوریه ما تو اگه سنت زیان بر اکرمان نشناسیم قرآنم نمیفهمیم خیلی آیه ها مثلا سوره اصحاب و سال ها باید حتماً قدم به قدم با قرآن شناسی و پیانبر شناسی و اون عزیزایی که قبول کردن این این درس باشه تمام دیگه در حدیث مدیس مشکلات ما این حدیث به خاطر همینم پیانبر خدای تبارک و تعالی بعدش کتاب شماره گذاری که یه صحافی داد که با تورات انجیل فرق میکنه حالا اینا با حدیث های مسائل آوردن الان 1400 سال سر این حدیث این اینجوری این اینجوری این, این, این پلان ما اگر ما 13 سال مکره درک بکنیم 10 سال مدینه رو با اهل کتاب درک بکنیم از همه مهمتر مهاجرین و انصار فداکاریی که اینا با مال جان کردن دیگه بعد از رسول خدا هر اتفاق خوب هر خیر بوده عجش با خداست هر کم بد بوده با خودش ما که خدا نیستیم قضاوت بکنیم به اینا نمره بدیم این اینجوریه این اینجوریه این, این, این برنامه هست یک و دو من و دو من سیستمی که پیاده شد تا اونجایی که ما ضعیف اطلاع داریم روشی بود که حضرت شیخ الانبیا پیاده کرد در زمان نمرود و عین همون هم پیانبر خودم پیاده کرد پس ما تا مادامی که این ملت چه برادران اهل سنت چه بر این آقایون شیعه تا مادامی که قرآن رو نخونن این قرآن فقط نگاه کردن نیست باید خون احتیاج به خدا به وضوع نداره به فهم داره مرتب باید خون قرآن رو باید خون برابرش سنت رسول خدا رو هم خون تا بهتر قرآن رو بفهمیم حالا منتها تو سنت ها ممکنه یه دست بردن قال فلان قال این قال اون قال اون هر چیزی که در قرآن هست یوم دین از ما از قرآن سوال میکنن و سلام نامه تمام تو خدا رو این مسئله ما خود اون تا مادامی که به زمان آلمانی بود ما به هر خود تا مادامی به سنت رسول خدا و قرآن رو نخوند گرفتار این مسائل بودیم فلانه ولی تا مادامی که ما خوندیم و سنت رسول خدا اونم نه از کتابی که اینجا می نویسند کسایی که به به سر حال سنت رسول خدا و اساس قرآن باشه علت شعن نزول باشه و از همه مهم کرد شناخت مهاجرین و انصار بزرگوار از الله عنهم انخماس این نظر من دست ببخشید ما نهرموز میکنیم خدمت سلامت بزرگوارا. باشین اختیار دارین سلامت باشین خدا نگهدارتون باشه البته صحبت رو که کردید خیلی قسمت هاش رو من با شما موافقت نداشتم و ولی نمیدونم چون یه خود مباحثی رو باز میکنه که خیلی مفصله نمیدونم وارد بشم که جواب صحبت های شما رو بدم یا نه ولی بسیاری از قسمت هاش رو من با شما موافقت ندارم و, و، اگر که تشریف دارید میتونید گوش کنید تا بعضی رو مثلا زد و توی صحبتتون بود اینی که فرمودید که قرآن رو بدون سنت بدون تاریخ مثلا اون تاریخ حالا معلوم نشد سنت تاریخ نمیشه فهمید بعد گفتید مشکلاتی رو که از برای ما پیش میاد به واسطه حدیثه خب سنت هم همین احادیث سنت هم دیگه یعنی زد و توش بود بعد فهمودید که قرآن بدون اون قابل فهم نیست در که قرآن رو اگه شما به یه آدمی که هیچی نمیدونه مثلا تو آمریکا میدی میخونه هدایت میشه و حتی قرآن رو شما اگه نگاه بکنید به ترتیب نزول مرتب نشده اگر این چیزی بود که شما میگید قاعدتا باید به ترتیب نزول مرتب میشد که اون روند رو کاملا در ذهن خواننده پیاده بکنه بنابراین من این نیستش که بگم که حالا ندانستن سنت حالا مهم نیست ولش کن یه همچی صحبتی نمی کنم. ولی اینی که شما سراحتا بفرمایید که قرآن قابل استفاده نیست اگر که مثلا سنت رو همراش نکنیم یا تاریخ رو یا مثلا مهاجرین و انصار رو همراش نکنیم استفاده ای ازش نمیشه من با این موافقت ندارم اصلا خب نمیدونم هنوز کم و هستید میخواید پاسخ بدید یا قطع شدید اما نهایتا نظرم رو خدمتون عرض کردم خب صحبت من شما ما رویش اون رویش اون همینه قرآن بود و قرآن بود و آیه هایی که خودش پیاده میکرد یعنی من شخصا خودم احساس میکنم الان یه, یه سیزده سال در مدینه با الان شما نگاه کنید الان توی صحبتاتون ده هم در مکه ببینی من عرض میکنم بحثم بفرد ببینید ببینید همین الان خودتون به صحبتاتون دقت کنید همین الان خودتون میگید به آیات عمل میکرد حالا من نمیدونم منظور کی بود ولی به هر حال صحابه پیامبر اینا به آیات عمل میکردن بنابراین پس بنابراین آیات قابل فهمه میشه بهشون عمل کرد ولی نهایتا سنت پیامبر هم مسائلی رو اضافه میکنه ولی اینی که قرآن بدون سنت غیر قابل استفاده است اون رو من با شما موافقت نداشتم که البته لابلای صحبتاتون هم موافق و موافق همین موافق و مخالف این موضوع شما مطالبی رو ارائه دادید خب حالا به هر حال اگر که خب صداشون من نمیدونم چرا قطع میشه من نمیشنوم خب خب اگه صداشون نمیاد که خب دیگه من نمیدونم نگه داشتنشون زیاد شاید درست نباشه خب بینندگان عزیز من حالا این کامنت هایی رو که بیننده ها گذاشتن انشالله باز تو فرصت های خدمتون قرارت خواهم کرد چرا که خیلی آموزنده است ما نیاز داریم تو جامعهمون تحولاتی به وجود بیاریم به شدت نیاز داریم خصوصا در این مرحله تاریخ این،, این, موقعیت تاریخی این فضایی که در جامعه ما کشور ما به وجود آمده از هر زمانی بیشتر ما نیاز داریم به اینی که دقت رو در جامعهمون گسترش بدیم استدلال رو گسترش بدیم به جای حرفای بدون سند به جای حرفای غیر مستدل این حداقل نحوه گفتگومون رو با هم دیگه ارتقا بدیم کیفیت رو خلاصه کیفیت همفکریامون رو بالا ببریم به شدت به نظر من نیاز جامعه ماست و امیدوارم که توفیقاتی نصیبمون بشه هممون در این راه قدم برداریم و امیدوارم که این برنامه ها هم کمکی بکنه همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم بهترین آرزوها رو برای همه مردم دنیا خصوصا امت اسلام و خصوصا فارسی دانان هر جای دنیا که هستند دارم امیدوارم که خدای متعال توفیقاتش نصیب مردم کشورمون بشه شر این عرازل و عباش این بیشرافتان تاریخ بشریت از سر مردم ما بلکه از سر مردم دنیا به زودی زود کوتاه بشه و سر اینها رو سر کفر و شرک و ظلم رو انشاالله خدای متعال به دست ما بکوبه در این اصر و زمان و به زودی و سلام علیکم و رحمت الله یا الله